سلام، به برنامه جستار خوش آمدید. شش جدی مصادف است با تجاوز شوروی وقت به افغانستان. واقعیت تلخی که هنوز مردم افغانستان درد آن را احساس می کنند. چه چیزهای باعث شد تا افغانستان در محراق توجه قدرت‌های دنیا قرار داشته باشد؟ در این برنامه با ما باشید تا در مورد تجاوز شوروی وقت به افغانستان و پیامدهای آن بیشتر بدانیم. من نصرت منصور هستم. مهمان من در این بحث حامد علمی، نویسنده و پژوهشگر. شما را به بحث خوش آمدید میگم آقای علمی. سلام بر شما و بینندگان شما. دقیقا چه چیز باعث شد تا اتحاد جماهیر شوروی وقت پا بگذاره به افغانستان و سریعا تجاوز بکنه به خاک افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای منصور، قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، یک پس منظره اگر خدمت شما ارائه کنم. اگرچه روز ششم جدیده روز تجاوز شوروی بر افغانستان نام نهادن یا میشمارن، ولی تجاوز شوروی مدت ها قبل از شش جدید در افغانستان آغاز شده بود. حتی از اولین روزهایی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان قدرت به دست گرفت، شوروی ها به نحوی در افغانستان تجاوز میکردن. فعلا که تاریخ است و در آرشیف اسناد وجود داره، شوروی ها در 24 حدود 1357 در زمانی که قیام در هرات صورت گرفت، به افغانستان تجاوز کردن و از تیارات خود استفاده کردن و حفیظ لامین و نور محمد ترکی از وزیر خارجه وقت شوروی اندرو گرومیکو خواسته بودن تا به قیام هرات یعنی جواب دندان چکن گفتی خودشان بدن. از یک طرف، از طرف دیگه 11 روز قبل از شش جدی در 25 قوس همان سال، اولین دسته از سربازان شوروی در صدارت افغانستان جابجا شدند و بعدا در 16 دسامبر جابجا شد و در 22 دسامبر تقریبا روز اول جدی بوده که میدان هوایی بگرام از طرف نیروهای شوروی اشغال شد. بعد از او در تاریخ کسانی که اوس کابل بودن و سالها را بیاد دارن، دو روز سه روز قبل از شش جدی میدان هوایی کابل به کلی بسته شد و تیارات شوروی بودن که سرباز در افغانستان تا میکردن، یعنی پیاده میکردن. بنابراین شش جدی آغاز تجاوز شوروی نیست، بلکه شش جدی روز است که حکومت حفیظ لامین در تپه تاج بیگ شوروی ها از بین بردن. طوری گفتم تجاوز شوروی مدت ها قبل شروع شده بود. وقت شما اشاره کردین که آغاز تجاوز از اون زمان حکومت حفیظ لامین بود و حفیظ لامین خواست تا در ایرات تیارای شوروی بمباردمان بکنه، ولی وقت ببرک کارمل به قدرت نشست، همواره اتهام وارد کرد به آدرس حفیظ لامین که با مخالفین سیاسی شوروی وقت کار کرده. یک مسئله بود تاریخی است، یک مسئله سیاسی که بین رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان که به دو شاخه پرچم و دو شاخه متخاصم خلق و پرچم تقسیم شده بودن، اونها کوشش میکنند که بار ملامتی یا بار نابسامین یا اوزار به دوش یک دیگر پتر. اون مسئله جداست، ولی شواهد تاریخ و امروز که آرشیف ها نشان میتند، آرشیف های اتحاد شوروی سابق نشان میده که مدت ها قبل حکومت حفیظ لامینی ترکی هم از شوروی ها تقاضا کرده بود تا به افغانستان نیرو بفرسته، ولی شش جدی آمدن و حکومت حفیظ لامین سرنگون کردن. این عوامل مختلف باعث شده. یک مسئله عمده که فعلا وجود داره تا به امروز پوشیده است است که کسانی که در او زمان تصمیم بر حمله افغانستان گرفتن، یک گروه پنج نفری در رأس حکومت یا در رأس نظام شوروی سابق بود که لئونید برژنف رئیس جمهور، رئیس همکاری شوروی بود، الکسی کاسیگین رئیس شورای کمیته مرکزی بود، اندرو گرومیکو وزیر خارجه، یوری اندریپوف رئیس سازمان استخباراتی و استینوف در اونجا مارشال بودک، و اینها القی بودن که تصمیم حمله بر افغانستان گرفتن و هم از اینها در سالهای تجاوز شوروی از افغانستان کشته مردن. حلقه پیر اتحاد شوروی بود و هیچ وقت اونها علت اساسی حمله شوروی در افغانستان نگفتن. بنابراین حمله شوروی در
احتمالات داره در تحلیل ها میتونیم که پاسخ بدیم که چرا حمله شد. یک تحلیلی است که شوروی ها میخواستن، البته یک تئوری کنه به شوروی ها بود، استراتژی بسیار کنه بود که شوروی ها میخواستن در اون زمان با آبهای گرم برسن. یک تئوری بود که افغانستان صدرایشن قرار داشت. تئوری دیگه جلوگیری از پیشروی غرب بود، خصوصا ایالات متحده آمریکا که در اون زمان در جزایر هند پایگاه ها ساخته بود که جزایر یک مورد دیگه هم که مطرح میشه در اون زمان موضوع حفظ سرحدات کشورهای آسیای میانه در جنوب است. چقدر این اصل مهم خب. بوده؟ زمانی که ما از گپ میزنیم که جلو پیشروی غرب گرفته میشه، این مسئله بود که اونها در ایالات متحده آمریکا و پیمان ناتو در اون زمان، خوزن ایالات متحده آمریکا در جنوب هند، در بحر هند پایگاه های نظامی که برام دیگو گارسیا یاد میشد احداث کرده بود و شوروی از این حراس بودن که روزی ما با طرف شمال بیان بکشن. مسئله دیگه ای که یک تیوری دیگه است که میگن که شوروی ها پایشان به افغانستان کشانده شد، که در این کشیدن پایشان در افغانستان هم حزب دموکراتی خلق افغانستان نقش داشت و هم به طور غیر مستقیم غربی ها در این دست داشتن که بدان شوروی چطور به افغانستان تشویق کردن که بیاین. در هر سه مسئله هم شواهد قوی وجود داره، دلایل قوی وجود داره که ما میتونیم بگوییم که هر سه دلیل میتونه که یکی مسئله باشه. ولی من شخص خودم که از کتابایی که بعد از زمان بعد سقوط شوروی ها نشر شد و توسط خود زمامداران شوروی، البته نه حلقه مرکزی بلکه حلقه پایین تر و جنرال ها و دیپلماتاش نشر شد، تئوری رسیدن به آبهای گرم اونقدر مطرح بحث نبود، به خاطر زمانی که شوروی ها بر افغانستان حمله کردن اونا از سلاح های بسیار پیشرفته که راکت بالاستیک نامش بود برخوردار بودن که ضرورت به نداشته که بین از راه هند و بزبرند خلیج فارس یا پیش برن. و دومی که آن زمانی که شوروی ها به افغانستان حمله کردن از نیروی بسیار قوی بحری که بعد از یخشکن ها بود و ناوهای طیاره بردار بود برخوردار بودند که میتونست از هر نقطه آمریکا تحت تاثیر قرار بدن. بنابراین به هر سه احتمال میتونه دست به دست هم بده که شوروی در افغانستان داخل شد. ولی چیزی که ثابت شده که بعدها خصوصا در زمان حکمروی اندروپوف و بعد از او گورباچوف که آمدن روی کار شدن و چرنینکو، سه نفر بعد از تجاوز شوروی بر افغانستان اینها زمام عمومی شوروی بس گرفتن، یک نوع صحبتاش زمان کردن ببینه حال ببینه و یه وقت که بیاد داشته باشه، یک نوع فریبی از اوضاع خورده بودن. با وجودی که در زمانی که شوروی ها در افغانستان حمله کرده بودن حدود 40 انستیتیوت یا مؤسسات عالی آموزشی و تحقیقاتی در شوروی راجع به منطقه و شرق میانه و افغانستان و بلخ شرق دور تحقیقات میکردن، ولی بانم فکر میکنم که شوروی ها در دچار یک تصمیم گیری بسیار عجولانه شدن و این پنج نفره که در رأس که گفتم که استینوف بود و گرومیکو و کاسیگین و اندروپوف و برژنف و کسی دیگه برای یوری پاناماریوف که هم در بعض جایی نام از این برده شده در حلقات تصمیم گیری شوروی یوری پاناماریوف هم شامل بود، اینا بودن که تصمیم بر حمله بر افغانستان گرفتن و تا به حال کم چیز دقیق ما سند نداریم که علت اساسیش تا به حال معلوم نیست. بسیار خوب، چی چیز باعث شد در کل اگر در سطح کلانش مطرح بکنیم تا اتحاد شوروی وقت سقوط بکنه و چقدر جنگ افغانستان باعث شکست شد؟ آقای منصور سوال بسیار دقیق است و بحث همه جانبه نیاز دارم. بدون شک تجاوز بر افغانستان حیثیت شوروی ده که در اون زمان شوروی چیزی که بسیار بهش اهمیت داشت باید حیثیت جهانیش بود، این به زمین زد. قبل از تجاوز شوروی ما بیاد داریم، تاریخ بیاد داره که تقریبا هر سال یا هر یک سال دو سال یکی از کشورهای جهان سوم چه در افریقا چه در امریکای لاتین به دامان شوروی سقوط میکرد، یعنی حکومت های روی کار میامد که طرفدار شوروی بودن.
ولی تجاوز بر افغانستان به کشور همسایش، کشوری که هیچ گونه خطر متوجهش از نبود و کشور غریب نشین بودیم، کشور فقیر بودیم، 12 میلیون 15 میلیون نفوذ داشتیم، زمانی که تجاوز صورت گرفت حیثیت جهانی شوری بر زمین زد. این مسئله عمدتاً مسئله است. دو، از نگاه اقتصادی شوری در اون وقت در موقف قرار نداشت که بتونه یک جنگ طولانی را پیش ببره، مدیریت کنه. شوروی ها تصور نمیکردن که در افغانستان بیاین و اینجا تقریبا 3339 روز در افغانستان بانن. مجمعا از روز تجاوز شوروی که اگر روز قانونی 6 جدی باشه و تا به روز برآمدش 26 دلو باشه، مجمعا شوروی 109 ماه و 20 روز در افغانستان بودن. 109 ماه و 20 روز یا 3339 روز در افغانستان ماندن. شوروی تصور نمیکردن که یک ملت بیچاره و غریب افغانستان در همسایگیشان به این اندازه بتونه مقاومت کنه. و این تقریبا زخم ناسوری برای شوروی بود که چنانچه اندروپوف و خود رهبرهای شوروی بعد از برژنف، چی اندروپوف بود، چی چرنینکو بود و یا گلاسنوست که معرفی شد، گورباچوف، اینها افغانستان زخم خونین خواندن. گورباچوف در ولادیواستک در سال 1986 افغانستان زخم خونینش برای شوروی توصیف کرد. حیثیت جهانی شوروی صدمه دید. اقتصاد شوروی خصوصا کلانترین ضربه که در اون زمان اقتصاد شوروی بهش وارد شد تحریم المپیک مسکو بود، که در اون زمان تصمیم بود که المپیک در سال 1980 در مسکو داره شود و کشورهای اروپایی المپیک تحریم کردن و شوروی ها 22 میلیارد دلار در اون المپیک خساره مند شدن. 22 میلیارد دلار داشت به شوروی پیسی بسیار زیاد، پولی بسیار زیاد. و بعدها گزارش‌ها بود زمان گورباچوف که حتی شوروی‌ها طلاهای ارزی خود به بازار آزاد به فروش رساندند. برابر مسائل اقتصادی و مسائل حیثیتی شوروی رو وادار ساخت که از افغانستان خارج شوند. مورد دیگه که خیلی مطرح است، نابسامانی‌های سه دهه گذشته افغانستان هم برمیگرده به همو آغاز جنگ افغان و روس و ورود نیروهای روسی به افغانستان. چقدر به باور شما همین بحث مطرح است که آغاز جنگ با روس و ورود روس در افغانستان باعث بدبختی ها در سه دهه گذشته افغانستان شد؟ بدون شک بدبختی های افغانستان زمان آغاز شد که کودتای هفت ثور به وقوع پیوست. هیچ ما نمیتونیم از این کار کنیم، هیچ کس هیچ وجدان سالم نمیتونه از این کار کنه. شوروی ها بدون ای که شرایط عینی و ذهنی جامعه ما را درک کرده باشن، بدون ای که بدانند که ما یک کشور مسلمان هستیم، مردم افغانستان سخت به معتقدات اسلامی خود پایبند هستن، سخت مسلمان هستن و وطن دوست هستن، از وطن خود در بدترین شرایط دفاع میکنن، به هیچ صورت به دین خود معامله نمیکنن. اینا که به کشور تجاوز کردن، 120 هزار نیروی خود به افغانستان فرستادن، در هفته های اول 40 هزار نیرو بود، بعد از 120 هزار انتقال گرفت. یک ارقام سایه را که خدمت شما عرض کنم، شما میدونید که ابعاد جنگ به چه حد بود. در مدت 3339 روزی که شوروی در افغانستان بودن، 9% از هر 100 نفر 9 نفر مردم افغانستان به شهادت رسید. اگر نفوس افغانستان قبول کنیم که وقت به هر شما قضا قبول میکنیم به 12 میلیون 15 میلیون، فقط چیز 2 میلیون میشه. 11% مردم افغانستان جراحت برداشت، زخم برداشت. یعنی از هر 100 نفر 11 نفر زخمی شده جنگ. به طور اوسط روزانه 1500 نفر از افغانستان فرار میکرد که 35% مردم افغانستان مهاجر شدند. یعنی یک سلس مردم افغانستان مهاجر شدند که بزرگترین رقم مهاجرین دنیا تا به امروز تشکیل میده، از گاهی درصدی البته، تا به امروز بزرگترین درصدی مهاجرین جهان افغان تشکیل میده از جنگ دوم جهانی به بعد. و افغانستان یک کشور غریب فقیر نشین، 200 میلیارد دلار خساره مند شد. زمانی که شوروی از افغانستان برآمدند، نظر به تخمین های نهادهای بین ملی، افغانستان 200 میلیارد دلار خساره مند شد. موضوعی که مطرح میشه و شیرازه نظام عنعنوی افغانستان بر هم ریختن. چیز مهمی که در افغانستان بود که افغانستان یک جامعه سنتی با ساختارهای عنعنوی بود، همش شوروی اگه تا دیگرگون ساختن بر هم زدن.
و بالاخره با نتایج دیدیم که این جامعه بر هم خورد، رهبری در جامعه به شکل دیگر گرفت، به خود گرفت و شیرازه نظام اقتصادی و اجتماعی واسه از بین رفت و تا امروز با صدمات چه می‌بینیم. این همه نابسامانی در افغانستان در او زمان صورت گرفت. در اول وقت روزها تجاوز کردن بر خاک افغانستان، یک صداهای از جنای غرب، از آمریکا و از سازمان ملل متحد بلند شد، ولی هیچ وقت اقدام عملی نکردن. پس دلیل این چی بود که اقدام عملی را غربی ها و جامعه جهانی به خاطر دفاع از خاک و مردم افغانستان در او زمان نکردن و هم خاموش ماندن؟ 10 سال روزها در افغانستان جنگید. خب اگر برگردیم به این که آیا، یک سوال است که آیا در اوائل ایالات متحده آمریکا و غرب میخواست که با شوروی دیگه مقابله کنه؟ یعنی پیش ما سوال است که نمیخواست در اوائل، به خاطر که ببین از روز اول تجاوز شوروی مشکلات عمده مردم افغانستان و مجاهدین افغانستان بعد از حملات هوایی نیروهای شوروی بود. در سال 1979 تجاوز شوروی صورت گرفت، اولین راکت استنگری که به افغانستان داده شد در سال 1986 بود، 6 سال چند ماه بعد که اولین راکت استنگر در اطراف میدان هوایی جلال آباد در 25 سپتامبر سال 1986 استعمال شد و تا زمانی که شوروی در افغانستان بودن حدود چیزی بودن 500 راکت استنگر به افغانستان داده شد. برابر در اول غرب با دل ناخا به کمک مجاهدین آمد و تصور نمی کردن که مجاهدین افغانستان بتوان جنگ کنند. من در اون زمان خبرنگار بودم، من شما را جوان بوده خبرنگار بودم و جبهات جهادی افغانستان را به چشم سر دیدیم و اقصا نقاط افغانستان سفر کردیم و می دیدم که با چی مشکلات و چی نابسامانی هایی و با چی اسلحه بسیار پسماندی می دم خود شوروی می جنگن. تا زمانی که شوروی مطمئن نشد که امریکایی مطمئن نشد که شوروی در افغانستان دیگه نمی تواند کار کرده، وقت مجاهدین تقویه نکرد و بدتر از اینکه امروز انتقاد مؤثر برای جامعه غربی و ما را نزد به جامعه غربی بدبین ساخته و به اعتماد ساخته که تا به امروز همین ما تقریبا به اعتماد هستیم که غربی ها خصوصا امریکا از دل و جان به کسی کمک نمی کنن، ایست که زمانی که شوروی ها شکست خوردن باز امریکا گفته شما می دانید کارتان و ما را و مسئله افغانستان از وزارت های خارجی خود کشیدن به دست استخبارات منطقه دادن و استخبارات منطقه سر مسائل بسیار جزئی و پیش بافته و بسیار خود کوچک با ما معامله کردن. در اخیر کوتاه اگر اشاره بکنین، چه درس میشه از هشت ثور گرفت و در کل از تجاوز شوروی وقت به افغانستان و حالا که ما در محراق توجه جامعه جهانی قرار داریم و بیش از 40 کشور غربی هم در افغانستان حضور داره نمیکنن؟ خب درس های فراوانی از تجاوز شوروی هم دنیا گرفت هم ما گرفتیم. ما افغان ها درس گرفتیم که یک، هیچ نظامی در افغانستان نمیتونه کامیاب شوه که به معتقدات دینی و مذهبی مردم افغانستان پابند نباشه. یک درس کاملا مثلا سیاه و سفید است. هیچ نظام الهادی در افغانستان جای نمیتونه داشته باشه. یکی. دو، با سنن و عنانات مردم افغانستان بسیار به احتیاط برخورد باید است. سه، جنگ های چریکی افغانستان نه تنها به ما بلکه به دنیا نشان داد که جنگ چریکی یعنی چی و شیوه هایی که افغان ها به کار بودن در تمام هر جنگ چریکی شما مطالعه میکنید، اگر جنگ چریکی مردم مجاهدین افغانستان جزش نباشه او برنامه ناقص است. سپاسگزار از شما. سپاسگزار. یک چیزی هم میخواستم بگم. بفرمایید. در زمان جهاد چیزی که ما بهش افتخار میکنم که زمان خدمت در خدمت جهاد قرار داشتم، بهترین نمونه وحدت ملی را ما در سال جهاد می‌بینیم. سپاسگزار از حضورتان در بحث. سپاسگزار از شما بیننده هم که تا این دم برنامه جستار را دنبال کردید. تا این دم بمانید. خدا نگهدار.